چطوری که از یپلوس می نویسد در تاجیکستان امام خطیبانی در باری را برای پهن نمودن اسلامی معتدل استفاده بری سامانه های اجتماعی و مسنجر ها می آموزانند. سنه دویومی اکتبر در ونج سمینار مخصوص برای امام خطیبان شروع گردید که زیاده از 20 نفر خادمان دین استفاده بری کمونیکاسی معاصر در اینترنت را می آموزند. تشبسکارانی سمیناری مذکور نمایندگانی تشکیلات اینستیتوتی اینیکاسی جنگ و صلح IVPR در تاجیکستان یک جای با کمیته دین برآمد نمودند. چطوری که نماینده IVPR در تاجیکستان لالا عالمو و اطلاع داد، باری اول نیست که چنین سمینار در کشور برگزار می‌گردد. ما اللکای چنین ترینینگ های همانند را در شهرهای تورسونزاده، خوجند و کانیبادام برگزار نمودیم که در آن زیاده از 70 امام خطیبان را استفاده بردن سامانه های اجتماعی را آموزاندیم، ابراز داشت او. با گفته علیم و ایده گذراندن ترینینگ های مذکور را برای امامان، اشتراکچیان واخری ها و ترینینگ ها تکلیف نمودند که به مناسبت پیشگیری جلب شوی جوانان به گروه های اکستریمیستی و تروریستی بخشیده شده است. گذشتن سمینار به امام خطیبان برای رد کردن دعوت ها و برآمد های ناشایسته کمک میکند، میگوید او. خبرنگاری خبرها برای شرح این موضوع با دامالله شاکرخان از شهر دوشنبه مراجعه نمود. استفاده بری امام خطیبان مسجدها برای تشویقات و ترغیبات با فایده سیاست امروزه رژیم در حکومت تاجیکستان در دوام 10 ساله ها این جانب عملی گردانده شده استاده است. ولی این نتیجه های انتظار شده را ناورده استاده است. زیرا جوانان امروزه معلومات را از جمله علم های اسلامی با واسطه سوال و جواب و بحث های اسلامی در پخش مستقیم را اساسا از اینترنت دسترس می کند. اسلام باشد درویگی رژیم را و مکار و هلکار این رژیم را و ناعدالتی آن را انکار می کند. اینچنین علیه همه این مبارزه بردن را وادار می سازد. تمایل مذکور رژیم را سخت بیقرار می کند. زیرا به کسی پوشیده نیست که در زمان ما مردمان بعضی کشورها علیه ناعدالتی های حاکمان خود اسیان ورزیده استاده اند و در این مسئله سامانه های اجتماعی نقش کلان را بازده استاده اند. ولی بهانه های بمانند مبارزه علیه گروه های اکستریمیستی و تروریستی و غیره این تنها راه است که برای گذراندن نظارت پره از بالای ذهن های مردم کشور خصوصا از بالای ذهن های جوانان می باشد. در خصوص آنها الله سبحانه و تعالی در قرآن خود فرموده استاده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کافران اموالشان را صرف میکنند تا مردم را از راه الله باز دارند. و باز میفرماید الله سبحانه و تعالی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مالهایشان را خرج خواهند کرد اما در نتیجه حسرت خواهند خورد و سپس بیشک مغلوب خواهند شد. این وعده الله است و الله این را بیان کرده است و سخن الله حق و راست است که همه حرکت و کوشش و تشویقات و ترغیبات اینها که مردم را از اسلام و از دین خدا برای بازداشتن صرف میکنند، همه ای آنها در نتیجه در آخر پشیمانی حسرت و ندامت را به سر آنها آورده و آنها را نیز مغلوب خواهد کرد.